گر خواهی شادی وجد حقیقی، عیسی را در دل بپذیر. گناهت پاک سازد، شبت را روز کند، قلبت را نو سازد، دائم با تو ماند. گر خواهی شادی وجد حقیقی، عیسی را در دل بپذیر. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در آرامش عیسی مسیح به سر ببرید. خدا را شکر که به ما فرصت دیگه عطا فرموده تا درس دیگه از کلام او یاد بگیریم. عزیزان، هدف از این مطالعه در کلام خدا شناخت عیسی مسیح و درک از این مهمه که او چقدر ما را دوست داره و برای نجات ما از گناه چه فداکاری عظیمی انجام داده. امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا بتونه به شما کمک کنه تا با خالق خودتون، عیسی مسیح و فیض و محبت بی پایانش براتون آشنا بشید. عزیزان، عنوان این مطالعه هست مشقت‌های خودساز، یا به عبارت دیگه مشکلات و دردسرهایی که خودمون برای خودمون تولید می‌کنیم. آیات کلیدی این مطالعه در مزمور فصل 119 و آیات 65 تا 72 هستند. از شما دعوت میکنم تا قبل از شروع مطالعه با هم با خداوند پدر آسمانی مهربانمان صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزاریم که ما را در حکمت و محبت الهی خودت آفریدی. خداوندا، از تو سپاسگزاریم که همیشه در هر شرایط و در هر مکانی با ما هستی تا از ما محافظت کنی و برای زندگی کردن در اون اراده خاص خودت ما را قادر بسازی. خداوندا، ما با قلبی باز و فروتن امروز به حضور تو آمده ایم تا از تو درس یاد بگیریم. پدر جان، به ما کمک کن تا اون چرا که خودت منظور داری ما نه تنها بفهمیم، بلکه بتونیم توی زندگی خودمون به عمل در بیاریم. این درخواست را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنیم. آمین. همونطور که عرض کردم، آیات کلیدی این مطالعه در مزمور فصل 119 آیات 65 تا 72 هستند. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: خداوندا، همان گونه که وعده دادی بر بنده ات احسان فرموده ای. حکمت و قضاوت صحیح را به من یاد ده، زیرا به احکام تو ایمان دارم. پیش از این که تو مرا تنبیه کنی من گمراه بودم، اما اینک پیرو کلام تو هستم. تو نیک هستی و نیکی می کنی، احکام خود را به من بیاموز. متکبران دروغها درباره من می گویند، اما من از صمیم قلب مطیع اوامر تو هستم. آنها از فرط تن پروری عقل و شعور خود را از دست داده اند، اما من از احکام تو لذت می برم. تو مرا تنبیه کردی و این به نفع من تمام شد، زیرا باعث شد احکام تو را بیاموزم. کلام تو برای من از تمام زر و سیم دنیا با ارزش تر است. آمین. Oh, what's up?
سرود خانی با صدای سنج همدش گویی هللویا هللویا جلال بر نام خدا من شادی در خدا من نامش متبارد شادی کنی ای فرزندان دست تو برخوزی لبها را بخشایی جلال بر خدا من گویی خوری روح را به طلبی شکر و تسبیح را به جاری حمدش خوانی شکرش گویی خدای ما شایسته هست شادی در خداوند نامش متبارد شادی کنی ای فرزندان دست ها برافرازی لبها را بکشایی جلال بر خدا بندوی مسیح خدایم ره خوشایم حالی و نورم ره نمایم در سختی ها در تنگی ها صلیب روز پیروزیم شادی در خدا بر نامش متبارد شادی کنید ای فرزندان دست و برخوزی لبها را بخشایی جلال بر خدا بندوی شادی در خدا بر نامش متبارد شادی کنید ای فرزندان دست و برخوزی لبها را بخشایی جلال بر خدا بندوی. دوست خوب من، آیا شما امروز با مشقتی روبرو هستید؟ آیا زندگی شما دشوار شده و به دلایل گوناگون از هر طرف تحت فشارید و آرامش ندارید؟ عزیزان، افراد فامیل، همکاران و یا همسایه هاتون چطور؟ آیا واقعا شما کسی را میشناسید که توی زندگیش هیچ مشقتی نداشته باشه؟ زندگی گاهی اینطور احساس میشه که وقتی یه سری مشقت‌ها را پشت سر میگذاریم بلافاصله یه سری جدیدی از مشقات به سراغمون میاند و ما را با خودشون درگیر میکنند. عزیزان، به نظر شما چرا ما توی زندگیمون مشقت داریم؟ به نظر شما مشقت‌ها از کجا میاند؟ سرچشمه مشقت‌هایی که ما با اونها روبرو میشیم از کجاست؟ عزیزان، این مهمه ما بدونیم که همه مشقاتی که در زندگی هر انسانی به وجود میاد از سه منبع سرچشمه میگیرند. بله، فرقی نمیکنه که ما در کجای این دنیا زندگی میکنیم، مرد یا زن هستیم، غنی یا فقیر هستیم، ناشناس یا سرشناسیم، هر کدام از ما انسانهای روی این کره زمین مشقتهای خاص خودمون را داریم. اما خدا را شکر که او سرمنشأ هر مشقت را به ما میشناسونه. هر مشقتی که هر انسانی توی این جهان تجربه میکنه از یکی از سه منبع اصلی سرچشمه گرفته. اجازه بدید تا این سه منبع مشقت را خدمت شما توضیح بدم. 1. عزیزان، بعضی از مشقتهای موجود در زندگی ما با اجازه خداوند وارد میشند تا ایمان ما را مورد سنجش قرار بدند. بله، بعضی از مشقت‌هایی که ما با اونها در کلنجار هستیم در حکمت با اجازه خداوند وارد زندگی ما میشند تا ایمان ما را مورد سنجش قرار بدند.
میزان ایمان، ارادت و اعتماد هر کدام از ما به محبت و وفاداری خداوند نسبت به ما زمان خودش را نشون میده که ما با مشقت یا مشقتهای روبرو بشیم و با اونها دست و پنجه نرم کنیم. زمانی که اوضاع زندگی ما بر وفق مرادمونه، همه خیال میکنیم که خدا را به راستی دوست داریم و به او ایمان و اعتماد کافی داریم. ولی وقتی شرایط زندگیمون دشوار میشه، اون وقته که عیار ایمان و اعتماد ما به خداوند خودش را نشون میده. دومین منبع مشقت‌های ما نتیجه حملات شیطان هستند. بله عزیزان، شیطان کارش دروغگویی، تفرق افکنی، به بار آوردن مصیبت و نابود کردن ایمانداران به خداونده. ما باید حتما از خداوند بخواهیم تا برای محافظت ما از شیطان به ما کمک کنه. ما به تنهایی به هیچ وجه قادر نیستیم در مقابل توان و مکرهای شیطان مقاومت کنیم. کلام خدا قویاً به ما هشدار داده که ما باید از حملات شیطان غافل نباشیم. در کلام خدا در اول پتروس فصل 5 و آیه 8 می‌خوانیم: هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما شیطان همچون شیری گرسنه قران به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد. آمین. بله عزیزان، پس می‌بینیم که کلام خدا شیطان را به عنوان دشمنی به ما معرفی می‌کنه. اما خدا رو شکر که شیطان خارج از خواست خداوند هرگز نمیتونه به ما ایمانداران به عیسی مسیح صدمه‌ای بزنه. روح القدس، روح مقدس خداوند، ما را از شیطان محافظت می‌کنه. و بالاخره سومین منبع اصلی مشقات زندگی ما نشأت گرفته از نتیجه انتخاب‌های گناه آلود خود ما هستند. دقت کنید عزیزان، سومین منبع اصلی مشقات ما نشأت گرفته از نتیجه انتخاب‌های گناه آلود خود ما هستند. دوست خوب من، به نظر شما کدام یک از این سه منبع تولید مشقاتی که خدمت شما معرفی کردم تحملشون مشکل تره؟ آیا به نظر شما تحمل مشقاتی که با اجازه خداوند برای سنجش ایمان ما به زندگیمون وارد میشند مشکل ترینه؟ یا مشقاتی که شیطان برای ما به وجود میاره؟ و یا مشقاتی که نتیجه انتخاب‌های گناه آلود خودمون هستند؟ به نظر شما کدام یک از این مشقات تحملشون مشکل تره؟ به نظر من مجموعه سوم مشقت‌های ما، یعنی مجموعه مشقت‌هایی که نتیجه گناهان و انتخاب‌های گناه آلود خود ما بودند. اجازه بفرمایید تا عرض کنم چرا تحمل مشقات این مجموعه از دو مجموعه دیگه مشقت‌ها برای ما مشکل تر می باشه. عزیزان، به این دلیل که ما نمیتونیم شخص دیگه ای را به خاطر وجود شرایط دردناک در زندگیمون مقصر بدونیم و از او گله و شکایت کنیم. به عبارت دیگه، چون که میدونیم فقط خود ما هستیم که مسبب به وجود اومدن مشقت در زندگیمون بوده ایم و نه کس دیگه ای. کلام خدا در غلاطیان فصل 6 و آیه 7 بسیار روشن و با مسما این حقیقت را بیان میکنه. در این آیه در کلام خدا میخوانیم: اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. آمین. عزیزان، با مطالعه این آیه ما اغلب به اشتباه تصور میکنیم که با این وجود همیشه باید برداشت‌های دردناکی از کاشته‌های خود در زندگیمون داشته باشیم. ولی این طرز فکر و برداشت از این آیه بدین صورت صحیح نیست. چرا؟
چون که ما نباید فیض، بخشش، رحمت و محبت پدر آسمانی من را فراموش کنیم و یا نادیده انگاریم. لطفاً خوب دقت بفرمایید. خداوند در هیچ جای کلامش به ما نگفته که او نتیجه تلخ و اغلب دردناک انتخاب‌های گناه‌آلود و اعمال خودخواهانه خلاف اراده الهی او را از ما دور می‌کنه. بله عزیزان، ما حتماً همونطور که خود کلام خدا به ما میگه هر چی بکاریم همان را درو خواهیم نمود. دقت کنید، ولی خداوند میتونه به وسیله همون تجربه های تلخ و دردناک ما برکات زیادی به ما بده. خداوند میتونه از تجربه تلخ و دردناک زندگی ما به ما بیاموزه که چگونه بیشتر فقط به او تکیه داشته باشیم. خداوند میتونه از تجربه های تلخ و دردناکی که به خاطر مشقات های موجود در زندگیمون داشتیم به ما یاد بده چطور فقط از او پیروی کنیم و از خواسته های خودخواهانی گناه‌آلودمان دوری. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 و آیه 28 این مهم را برای ما توضیح میده. در این آیه می‌خوانیم: ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. آمین. بله عزیزان، خداوند قادر مطلقه. وقتی او قلب فروتن و توبه‌کار ما را ببینه که حتما هم خواهد دید، اون وقت او در فیض، حکمت، توان و محبت پدرانش برای ما همان تجربه های تلخ را مبدل به پله هایی برای شناخت بهتر از او و اطاعت از او خواهد نمود. دوست خوب من، لطفاً توجه بفرما. خداوند اغلب از اشتباهات ما به عنوان وسیله‌ای برای جلب توجه ما به خودش استفاده می‌کنه. خداوند به خاطر قدوسیت و عدالت کامل خودش هرگز اجازه نمیده تا فرزند خواندگان خانواده الهی او، یعنی ما ایمانداران به عیسی مسیح، خودسرانه گناه انجام بدیم و نتیجه ثمرات گناهان خودمون را نچشیم. خدا هیچ گناهی را بی جواب نمیگذاره. اما سوال اینجاست که چرا خداوند نتیجه گناهان ما را بی جواب نمیگذاره؟ پاسخ به این سوال اینه که چون خداوند نمیخواد ما از برکات الهی او بی نصیب بمونیم. بله، خداوند میخواد توسط تجربه دردناک اعمال خودخواهانه و گناهکارانمون ما را تصفیه کنه و موقعیت بهتری برای رشد در ایمان به او را داشته باشیم. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. در مرتعای سبز می خوابانم، سوی آبهای آرام می برد، او جان مرا تازه گرداند. آه خداوند، شبان من است. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. به خاطر نام پر جلالش به راه‌های راست هدایت کنم، هرگز از بدی نخواهم ترسید، حتی در وادی سایه موت. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم، تا ابد در خانه
شبم ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. چون تو با منی نمی هراسم، با آن عصای آهنین تو، با قوت تو، با قدرت تو تسلی دارم، تسلی دارم. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. در برابر چشم دشمنان سفره‌ای بهرم گسترانیدی، مرا چون مهمان پذیرفته ای و جام مرا لبریز کرده ای. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. خداوند، شبان من است، نیکویی و رحمت همه عمر همراه من است، همراه من است. آه خداوند، شبان من است. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. آه خداوند، شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. دوست گرامی من، شاید شما در همین لحظه که صدای من را میشنوید در شرایط بسیار بغرنج، تلخ و دردناکی به سر میبرید. به شما پیشنهاد میکنم تا به مشکلات خودتون، تا به شرایط بغرنج و دردناک زندگیتون از دیدگاه دیگری نگاه کنید. از این دیدگاه که خداوند همچون پدری دلسوز و مهربان برای انضباط و رشد ایمان شما بنا به خواست الهی خودش که فرای درک انسانی شماست، اجازه داده تا شما با این شرایط خاص دست و پنجه نرم کنید. بله عزیزان، بیایید به مشقتهایی که با آنها در کلنجار هستید از دیدگاه خداوند نگاه کنید. از این دیدگاه که او اجازه داده تا شما با این شرایط خاص دست و پنجه نرم کنید. خداوند داره توی زندگی شما خدایی میکنه و نقشه خاص خودش را به کمال میرسونه. دوست خوب من، حال حق انتخاب با شماست. عکس العمل شما با دانستن این حقیقت که چرا در زندگیتون مشقت‌های وجود دارند چیه؟ دوست خوب من، آغوش گرم، پدرانه و پرمحبت خداوند برای پذیرش ما همیشه بازه. بیایید تا از اعمال خودخواهانه و گناه‌آلود خود دست بکشیم و درس یاد بگیریم. بیایید با تجربه از مشقت‌های زندگیمون به محبت، توان، وفاداری و حضور خداوند در زندگیمون اعتماد و ایمان بیشتری داشته باشیم. خداوند خالق ما دانای مطلقیه که هیچ عمل او بدون دلیل و حکمت الهی نیست. هر وقت شما با مشقتی توی زندگیتون روبرو میشید، بدونید که خداوند شما را تنها رها نکرده. خداوند از تمام شرایط زندگی شما در هر لحظه کاملا آگاهه.
اجازه بدید تا خداوند درس‌های بسیار با ارزشی را که برای یادگیری شما در این شرایط دشوار در نظر داره به شما یاد بده. دوست خوب من، به حکمت و محبت و حضور دائم خداوند با خودتون هرگز شک نداشته باشید. شنونده عزیز، هدف از این مطالعه در کلام خدا اینه که شما با فیض و محبت عیسی مسیح آشنا بشید تا بتونید با اطمینان خاطر به او به عنوان منجی و خداوند خود ایمان بیارید. امیدوارم که این مطالعه در شناخت بهتر از عیسی مسیح به شما کمک کرده باشه. چنانچه شما مایلید تا به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان بیارید، میتونید به سادگی به او بگید: خداوند، من اعتراف میکنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم. من محتاج فیض تو هستم. من ایمان میآورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماماً پرداخت. خداوند، من قلب و زندگیم را به تو تقدیم میکنم. به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم. من این درخواست را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم میکنم. آمین. خدا را شکر. شنوندگان عزیز، چنانچه شما با شنیدن این برنامه به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان آوردید یا سوالات و پیشنهادات محترمی دارید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم تا بتونیم با هم در فرصت مناسب و کافی صحبت کنیم. با تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید، تا گفتگوی دیگر و شناخت باز هم بیشتر از عیسی مسیح، دعا می کنم در فیض و آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.